مدرسه باغچبان یزد با دانش آموزانی ناشنوا. نداشتن این حواس 100% تبعات خاص خودشو داره. اما نازنین فاطمه که علاوه بر ناشنوایی نابیناست. نازنین سلام. سلام خوبی؟ زندگی در دنیای سکوت و تاریک. چطور میخوانی بچه آموزش بگیره؟ هم مشکل شنوایی داره، هم مشکل نابینایی داره. اما با حضور معلمی به نام خانم میردهقان دنیای سکوت و تاریک روشن شد. فصل پاییز چیکار میکنیم؟ آموزش در این شرایط به تدبیر و ابتکار نیاز داره. دست. تمام حروف ها را با لمس صورت، لمس اندام گفتاری، لمس دست با این بچه کار میکنن. مثلا به اینجوریه. نازن چی؟ بگو. به. خیلی دلسوزانه با این بچه رفتار کردن، آموزش بهش دادن. روز به روز بهتر شد. ای چیه؟ موافقی. ای چیه؟ ابرو. خواستی من باش بریل کار کنی، مجبور شدم که خودم هم بریل ها یاد بگیرم. بگو. مامان. بنویس. کم کم کلمات بر زبانش جاری شد. نو آفرین. دقیقاً پای فاطمه نشستن دیگه. اما جالبتر از اینها رابطه این معلم و شاگرده. بشین. یک لحظه نازنین فاطمه سعادت بدون معلمش نمیتونه باشه و بیقراری میکنه. اگه 5 دقیقه ازش دور باشم مدام صدا میزنه خانم بیا خانم. بله. یعنی این قد دست به سر صورت این خانم میماله، قد دست این خانم رو میبوسه که اصلا دل آدم کرد. واقعا من فکر میکنم که مادر دوم فاطمه. مثل بچه خودتون دیگه. بله حتما. همه معلم ها رو به صف کردیم و از نازنین فاطمه خواستیم خانم میردهقان رو پیدا کنه. دوست دارم که هر کلمه یا هر حرفی و هر محتوای آموزشی که بهش میگم باعث میشم که این دنیای سکوت و تاریکیشو واقعا از بین ببرم. کم کم این همه عشق و محبت نتیجه داد. 18 تا از 32 تا حرف فارسی را تا به حال یاد گرفته. مثلا من کیم رازن؟ خانم. مثلا مامان. بگو. مامان. تا جایی که فاطمه دانش آموز کلاس اول ابتدایی و دانش آموز ممتاز این مدرسه.